اسب تورم در ایران افسار برید است مرکز آمار ایران میگوید نرخ تورم نقطه به نقطه برای نخستین بار در 25 سال گذشته از مرز 50 درصد گذشته و به رکود 51.4 دهم درصد رسیده است حاصل افزایش نرخ بیکاری و نرخ تورم نمایانگر افزایش شاخص فلاکت و بینوایی در ایران پس از ونزوئلا و شاید سوریه هستیم نگرانی کارشناسان امور اقتصادی از بی از عمق چاهی است که اقتصاد ایران در حال سقوط در آن است مسئولیت گرفتاری اقتصاد ایران در سیاه چاله ابرتورم با چه کسانی است و چه باید کرد مسئولیت اقتصادی این وضعیت اقتصادی با چه کسانی است خب مشخصه با کسانی که کشور رو دارن اداره میکنن و عجیب هم نیست نگاه کنید اینکه یک سری روزخان و فقیه فقیهانی که تخصصشون بیشتر در زمینه تهارت و نجاسات و اینجور چیزاست خب بخوان بیان اقتصاد کشور رو اداره کنند محیط زیست رو اداره بکنند خب اینها طبیعتا ما نباید انتظار داشته باشیم که از توش یه چیز به حال موفقی بیاد بیرون اینها در همه زمینه ها شکست خوردن چون اصلا تفکرشون دستگاه فکرشون به دنیای امروز نمیخوره اینها آمدن مردم رو با حجاب مردم رو نمازخان بکنن به قول خودشون اخلاق که منظورشون از اخلاق اون در حال مسائل مذهبی هست مثل حج رفتن نماز خوندن هجاب و اینکه غیر مسلمین رو مسلم بکنند بر غیر مسلمین تسلط پیدا بکنند مسلمانان اسرائیل رو نابود بکنند هدف اینها این, چیزاست و حتی اگر صد درصد هم در هدفشون موفق بشن مسائل مردم ایران که مسائل محیط زیستی اجتماعی فرهنگی اقتصادیه مسئله تورمه اینها حل نمیشه تازه بدتر هم میشه اگر گیریم تصور کنیم تمام جهان مسلمان بشن و اینا برن اون کاخ سفید رو بالاخره حسینی بشنن بکنن خب موقع دیگه واقعا کل جهان باید؟ ببینید مسئله بله ببینید. ببینید. واقعا اینا در یک اشتباه فاحش تاریخی در اینجا قرار گرفتن و اینا حتی اگر تو آلمان هم میرفتن آلمان هم بعد چل سال به همین روزی که الان رو افتاده میانداختن کار که باید کرد اینه که یک دستگاه فکری جدید در تهران بیاد کل مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور رو دوباره از ابتدا بیاد بررسی بکنه و دیگر معروفه که میگن سرمایه جایی میره که در درجه اول در اونجا امنیت باشه و ثبات وجود داشته باشه چرا طی این چل سال یک دلار سرمایه خارجی در ایران نه شکل میگیره نه وارد میشه بدتر حتی همین چند لحظه پیش میگفتیم ما یک تریلیون و پانصد میلیارد دلار طی این چهار دهه اخیر نفت فروختیم وضع اقتصادیمون اینه. هفتصد اینه 750 میلیارد دلار نفت فقط در دوره احمدی نژاد فروخته شده نرخ رشد اقتصادی کشور منفی هفت درصده هیچ کجای تاریخ شما مشاهده نمیکنید. چین با 600 میلیارد دلار سرمایه خارجی تبدیل شده به دومی اقتصاد جهانی چرا علتش چیه علتش واضحه است مشکل اقتصاد ایران مشکل سیاسیه مشکل اقتصاد ایران وجود یک رژیم شب فاشیستی استثنایی با انسانیت سر اناد داره با برابری حقوق زن و مرد سر اناد داره با برابری انسانها در برابر قانون در واقع سر اناد داره بقول شما میخواد به زور چادر بکنه سر مردم بقول شما میخواد به زور مثل طالبان مردم رو نمازخون بکنه با تمام مظاهر تمدن این نظام یک نظام عهد بوغیز سر اناد داره این نظام دائم بحران به وجود میاره هم اناد و بحران در قبال مردم ایران به وجود میاره هم در قبال در واقع کشورهای همسایه به وجود میاره یک وضعیت استراری ما تو یک نوع جنگ داخلی دائمی تو این چل سال اخیر داریم تو ایران زندگی میکنیم جامعه ای که به مردم مثل به قول توماس هابس مثل گرگ به جون همدیگه بیفتن و خارج از به این نظام مثل گرد به جان ملت های دیگه بیفته گروه های شب به نظامی نیوفاشیستی درست بکنه این وضعیت وضعیت جنگ داخلی حرفم رو خلاصه میکنم تا موقعی که جامعه سرنوشتش در دست دو نیروی انگلی روحانیت و لومپنهایی که در رأس سپاه پاستاران و گروه های شبه نظامی بسیج قرار گرفتند وضع این کشور درست میشه وظیفه تاریخی هر ایرانی اینه که این نظام استثنایی رو تبدیل بکنه به یک نظام بهنجار به و جامعه ایران رو آشتی بده در واقع با جامعه جهانی متا شرط اولیه این اینه, که این نظام بپذیر گفتگو بکنه با ملتش تحمیل نکنه هیچ چیزی رو به ملتش راه گفتگو رو باز کنه شما ملتش نیست گفتگو کنه با اسرائیل نه بله با ملت خودش. بله با اسرائیل به آره. اسرائیل آره. رو باید به آره. رسمیت شناخت به عنوان آره. کشور به آره. آره. مستقل آره. امنیتش هم آره. تضمین آره. آره. کرد مثل آره. بحرین آره. بله شرایط ایران فعلا شرایط خوبی نیست هیچ کس منکرش نیست اما شما ها میایید و همش به گردن جمهوری اسلامی ایران میندازید این خلاف عدله و به من شما در اجازه میدید من شما را متهم میکنم شما دارید در اون سو حرکت میکنید به نفع اون نظام استکباری جهان و بالخصوص ایالات متحده امریکا که میخواهد ایران رو نابود میکند من گفتم در قسمت های قبلی این تحریم تحریم امریکاییه و این تحریم امریکاییه تناقض دارد با قطنامه 21.36 قطنامه به اجماع 15 تا کشور به تصویب رسیده این قطنامه چی میگه؟ میگه باید در 20 در هف هفت یعنی یولیو 2015 تصویب شد که باید تحریم های مربوط به برنامه اتوم ایران باید ورداشته بشه بیاد ترامپ البته گفتم خدمتتون اون قطنامه امریکایی ها تحویل شورای امنیت داد و تصویب شد شما میایید این تحریم ها رو تأیید میکنید عملا شما الان تأیید میکنید چون دارید ایشون میگه ایران به جای این که میره مثلا روابطش معامله کنه با کشورها میره جنگ درست میکنه کجا ایران کجا ایران. 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 ایران جنگ درست کرده تا حالا الان چه باید کرد شماها به عنوان اپوزیسیون و دولت ایران و جامعه بین الملل متحد باشید این تحریم باید اول ورداشته بشه باید محکوم بشه این تحریم رو و باید ورداشته میشه و من هم به شما یه مجده خواهم داد ایران درست وزعش از لحاظ اقتصادی زیاد خوب نیست اما نفت همون نفتی که به بني نیاز ایران بوده و هست اذا صدورش نه نه فقط علی خامنه نه ترکیه گفته چین گفته چین فقط سی و هفت آقای اعتمادی چین میگه سی و هفت سی و هفت درصد نه خوب کمتر میشه و تا حالا جاپون و کوری جنوبی در مذاکره آقای آقای نجا دوباره مدم شده همش اپوزیسیون و مقابل اپوزیسیون چیکار تو سیل هم یه سری از این روزمال نگارا در داخل داری کشور خارج کشور, کشور پناهنده های داری سیاسی داری. قلابی میگفتن مسئولیت این سیل و بدبختی با اپوزیسیون و دولت آمریکا هستش مسئولیت اول آخر تمام نابه ها در درباره ایران مسئولیت اول آخرش با جمهوری اسلامی هستش به عنوان حکومت حاکم اشغالگر ایران و لاغیر استیف هنک یک استادی هستش در دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا این به شکل تخصصی برای نرخ تورم انواع نرخ تورم در کشورهای جهان کار میکنه همین چند روز پیش در 21 مارس آخرین آمارش درباره تورم سالیانه ای ایران اعلام کرد و نرخ تورم سالیانه ایران رو در 21 مارس 20 روز پیش حدوداً 187 درصد اعلام کردش که فکر میکنم بعد از ونزوئلا احتمالا یا آرژانتین در حد دومی سومین کشور دارای ابرتورم در دنیا هستیم مسئله هم سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی هستش آقای روحانی با به شرط این رأی آورد به شرط این مردم رو فریب دادش که در انتخابات بهش رأی بدن که سیاست های اقتصادی درستی اجرا کنه تورم رو بیاره پایین دروغ که گفتش آقای صادق زیبا کلام الان در تهران میگه اگه ما بدونیم دروغ هم باشه دوباره مردم رو دعوت میکنیم بیان توی انتخابات شرکت کنن رأی بدن مسئله این هستش خانم گردستان که تا موقعی که اقتصاد ایران در دست یک نهاد نظامی هستش به نام سپاه پاسداران و بخش عمده این اقتصاد و بخش دومین عمده اقتصادم بخش دوم عمده اقتصادی ایران هم در دست نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستش مثل بنیاد مستضعفان ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی که به هیچ کس پاسخگو نیستن وضعیت اقتصادی ایران از این وز... از این شکل خارج نمیشه تا زمانی که در ایران ما انتخابات آزاد برگزار نشه حکومتی برآمده از دل مردم بر سر کار نیاد نمیتونیم این حکومت رو مشروع، مقبول و حتی به رسمیت بشناسیم. در یک رفراندوم که اصلا مقایر با تمام نرم های بین است یک حکومت خودش را به رسمیت شناخته و تا به امروز هم هیچ انتخابات آزادی در ایران برگزار نشده این خواسته مهوری اپوزیسیونه آقای نجا نکته دوم این که خب من طبیعتا میفهمم همونطور که شما الان عصبانی شدین سر اینکه یه حرفی راجب به شعبی زده شد چون به هر حال شما یه ارق ملی نسبت به مردم عراق دارین میفهمم که دغدغه اصلی شما اقتصاد مردم ایران نباشه چون در همین امسال تنها کشوری که در خاورمیانه رشد منفی اقتصادی داشته فقط ایران بوده حتی عراق 82 دهم ده درصد رشد اقتصادی داشته از سایه دولت جمهوری اسلامی و فقط مردم ایرانی که دارن برخورد میکنن صحبت از تحریم ها میکنیم اصلا فرض کنیم ایران نفت نداره ای کاش که نفت نداشته باشیم به زودی. اصلا فرض کنیم نفت نیست تحریم نفت اونجا نشسته برای خودش این دولتی که میاد برای رای جمع کردن از خارج نشینه ها شروع میکنه تا داخل نشینه ها تا شرق و غرب رای جمع کنه یعنی یک برنامه برای یک سنت مثلا جهانگردی نداره کشور باستانی ایران بتونه این همه جهانگرد جذب بکنه مگه ترکیه درآمدش از نفته بیشتر درآمدش از توریسم از جهانگردیه یک نوتردام یه جاش یک بخشش آتش میگیره کمتر از دو روز بیشتر از دو میلیارد پول براش جمع میشه ما مردم سر حتی رسانه های غربی زورشون میمد راجبی صحبت بکنن ما به اینجا رسیدیم من فقط یه نکته آخر رو میخوام مقایسه کنم شرکت گوگل 100 میلیارد دلار در سال درآمد داره یه شرکت خصوصی دیگه و شما ببینین حدود 98 هزار کار آفریده و بریم مقایسه کنیم با شرکت های خصولتی در ایران که چقدر ارز دولتی در سال گذشته گرفتن 4800 تومن کجاست این ارزها تو جیب کی رفته تو جیب تحریم ها؟ نه ازن. تو جیب هاست که در نیویورک نشستن